هوسباز قسمت 19 هم. پس از سلام و احوال پرسی و صحبت های اولیه و اینکه بعضی که سنشان بیشتر از من بود نصیحت کردند که برگرد سر کارت، کینه به دل نگیر و از این حرف ها، و من هیچ کدام را نپذیرفتم. به آنها گفتم از شما خواستم که در اینجا دور هم جمع شوید که بهتون بگویم من مجموعاً به شما 150 میلیون بدهکار هستم. تا حالا توانستم 60 میلیون تهیه کنم که به نسبت طلبتان به شما میپردازم، ولی برای 90 میلیون بقیه اعتراف میکنم که بدهکار هستم، ولی فکر نمیکنم به این زودی بتوانم بپردازم. حالا اگر میخواهید از من شکایت کنید یا صبر کنید، من مدت تعیین نمی کنم، ولی هر وقت داشتم می پردازم. یکی دو نفری اخمهایشان در هم رفت. دو نفر گفتن ما بقیهش را می بخشیم. البته طلب آنها زیاد نبود و سه نفر هم گفتن صبر می کنیم، هر وقت داشتی بده. آن جلسه به خوبی تمام شد و آنها از من برای شام خواستند به یک رستوران برویم. قبول نکردم. پیش خودم فکر کردم اینها را همیشه من دعوت می کردم و هزینه ها را من می پرداختم. حالا نمی خواهم جلوی اینها دست توی جیبم نکنم. بهانه آوردم. نه، من خسته هستم و باید به خانه بروم. به خانه رفتم و طبق معمول دوش، شام و خواب. به این ترتیب زندگیم ادامه پیدا کرد. بدون اینکه بخواهم و بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشم، این شغل مرا انتخاب کرد و انتخاب خودم نبود، بلکه در ذهنم مثل سایه‌ای گذشته بود. چند سال میبایست این راه را میرفتم، خودم هم نمیدانستم. اما چیزی که خیلی عذابم میداد این بود که دلم نمیخواست هیچ کس مرا در حال انجام این کار ببیند. راه سید خندان تهران پارس را برای خودم برگزیدم، چون هیچ کدام از آشنایان من در این مسیر کار یا خانه نداشتند و محل عبورشان نبود. ولی آنچه در این مسیرها فهمیدم و از زبان مسافرانم شنیدم این بود که در این به اصطلاح مسافرکشی‌ها افرادی هم کار می‌کنند که تحصیلات عالی دارند، پزشک، مهندس و افسر هم هستند که کمبود زندگیشان را از این طریق جبران می کنند. و این مسئله به من یک آرامش نسبی می داد. خب، پس من تنها نیستم که دست به این کار زده ام و از شغل پردرآمد و پوزیسیون عالی به جیب خالی رسیدم. با توجه به اینکه تحصیلات عالی هم ندارم، کم کم این نوع زندگی برایم عادی شد. دیگر توجه نداشتم که باید هر روز یک رنگ لباس بپوشم و خوش تیپ راه بروم. دیگر دنبال عطرهای گران قیمت نبودم و آنقدر صحبتهای گوناگون از مسافرینی که به تهران پارس می بردم و بر می گرداندم می شنیدم که خودم را فراموش کرده بودم. در دو سه سالی که به این کار مشغول بودم، تازه دنیا را شناختم و فهمیدم در این دنیا یا در این قسمت کوچکی از تهران چه می گذرد. مردم در چه شرایطی زندگی می کنند، چه می خورند، چه نمی خورند، با چه بیماری هایی دست به گریبان هستند، چه کسانی موفق هستند و چه کسانی ناموفق، چه کسانی می خندند و چه کسانی می گریند، چرا می خندند و چرا می گریند، چه کسانی آتش به زندگی دیگران می زنند و چه کسانی دست هم نوعان خود را می گیرند. عجب غافل بودم من، چه سنگین دل بودم من. من زندگی در عشق بازی، خوب خوردن، خوب خوابیدن، خوب تفریح کردن و بی خیال بودن، طمع بیشتر داشتن را میپسندیدم. با خودم فکر میکردم من هزاران کلاه سر خریداران و فروشندگان که به نمایشگاه هم می آمدند گذاشتم و
هیچ پشیمانی هم احساس نکردم. اما یک بار همه کلاه برداریم جمع شد و بر سر خودم آوار شد. چه کشیدم؟ آواره شدم، تنها شدم، سختی کشیدم، پستونشین شدم، قاچاق فروش شدم و چیزی نمانده بود که دست به قاچاق مواد مخدر هم بزنم. خدا را شکر که زود از قاچاقچی بودن دریایی دست کشیدم. اگر کسی از من بپرسد که آیا اگر باز هم به کار اولت برگردی حاضری کلاه سر مشتریانت بگذاری، مسلماً خواهم گفت نه، هرگز. به غیر از واقعیت حرفی نخواهم زد. حالا در حقیقت دارم با زندگی دیگران زندگی می کنم. اما مانند این است، در دانشگاهی دارم درس می‌خوانم، درس انسانیت، درس خوب بودن و از بدی دوری جستن. این افکار به محض اینکه تنها می‌شدم به سراغم می‌آمد و با یادآوری مشکلات مردم و آنچه در اتومبیلم از آنها شنیده بودم زندگی می‌کردم و برای خودم درس عبرت قرار می‌دادم، تا اینکه یک روز آقایی که خیلی عجله داشت از من خواست که او را در بس به مقصد برسانم. مردی بود میان سال، بسیار شیک پوش و موهای جوگندمی. وقتی سوار شد بوی عطرش در ماشین پیچید. گفتم به به عطر، اسم عطرش را بردم. از توی آینه بالای سر من به من خیره شد و گفت فکر نمی کنم شما مسافرکش باشید. گفتم برای شما چه فرقی می کند؟ من که هستم. او گفت نه، شخصیت شما خاص است. گفتم در کار ما شخصیت های خاص زیاد هستند. و او پرسید واقعا شغل شما چیست؟ شغل واقعی شما؟ گفتم حقیقت این است که دوست ندارم بگویم. گفت من میگم که شما هم بگویید. من یک بنز داشتم. چند دقیقه رفتم جایی کار داشتم، اتومبیلم را دزدیدند و حالا دارم میرم نمایشگاه که مدارکم را بردارم و بروم پلیس اطلاع بدهم. گفتم شما نمایشگاه اتومبیل دارید؟ گفت بله، کمی بالاتر از ونک، همانجا که پیاده میشوم. حالا شما بگویید شغلتان چه بوده؟ خندیدم و گفتم همکار شما بودم. لبخند رضایت بخشی زد و گفت پس اشتباه نمی کنم. شما محسن صاحب نمایشگاه ایکس نبودید؟ ای وای، به دام آشنا افتادم. راه فراری هم وجود نداشت. گفت اینطور که شنیدم آن نمایشگاه بسته شده و جایش یک تعمیرگاه اتومبیل باز شده. چرا این اتفاق افتاد؟ شغل ما که ورشکستگی ندارد، به خصوص شما. شنیده بودم خیلی مشتری داشتید. و یک خنده کوتاهی کرد و گفت کشت مرده هم زیاد داشتید. لبخندی زدم. زندگی همین است، پستی و بلندی زیاد دارد. گفت نه، واقعا حیف است، شما به درد نمایشگاه میخورید. یکی از دوستانم که شما را میشناخت میگفت شما اتومبیل را از دور که میبینید تشخیص میدهید چپی هست یا نه، زدگی کجاهاش داره و خیلی چیزهای دیگر. شما یک متخصص هستید، شما را چه به این کارها؟ در این گیرودار جلوی نمایشگاه بزرگش ترمز کردم و او گفت میدانید که در نمایشگاه اتومبیل زیاد است، اما خواهش میکنم بایستید، میخواهم بیشتر با شما باشم. قبول کردم. او رفت و چند دقیقه بعد برگشت. این بار کنارم نشست و گفت برویم کلانتری. من به راه افتادم و او گفت راست است که میگویند در هر شری خیری نهفته است. دزدیده شدن اتومبیل من باعث شد که با شما آشنا شوم. محسن جان، دیگه بلک نمی کنم، باید بیایی با هم کار کنیم. گفتم حقیقتش این است که من با خودم عهد کردم که یک نمایشگاه شخصی تأسیس کنم. از شراکت خاطره خوشی ندارم. گفت چقدر پول داری؟ این بار را با من شریک شو، خواهی دید که هر شراکتی بد نیست. راستش را بگویم از حرف او بدم هم نیامد. رانندگی کردن با یک اتومبیل دست دوم یا سوم در این شهر پرترافیک
دودالود از جانم سیر شده بودم، اما نمیخواستم خودم را تشنه پیشنهاد او قرار دهم. گفتم حالا ببینم چه میشود، باید فکر کنم. راستش پول زیادی ندارم. گفت هر چه داری بذار وسط، به همان نسبت شریک شو، هر کاری هر چه کار کنی روی سهمت اضافه میشود، نترس، پیشرفت میکنی. گفتم روی پیشنهاد شما فکر میکنم و او را به کلانتری رساندم. به نمایشگاهش برگرداندم. خیلی اصرار کرد که بیا نمایشگاه را از نزدیک ببین. گفتم اجازه بدهید بعدن، الان وقتش نیست. میدانستم که همیشه تعدادی آدمهای فرصت طلب در نمایشگاه‌های اتومبیل حضور دارند. نمیخواستم کسی مرا با این قیافه و سر و وضع ببیند. هرچه اصرار کرد قبول نکردم. ناچار کارتش را از جیبش درآورد و به من داد و گفت شماره‌ات را به من بده. من هم کارت نمایشگاه قبلی را در داشبورد داشتم و فقط شماره موبایلم قابل استفاده بود. به او دادم و گفتم شماره موبایلم اینجاست. دورش را خط کشیده بودم. دستم را به گرمی فشرد و پیاده شد و گفت به امید دیدار. خداحافظی کردیم. فکرم بد جوری مشغول شد. او حتی کرایه به من نداد و گفت شرم دارم از اینکه مبلغی جزئی به عنوان کرایه به تو پرداخت کنم. من هم گفتم من از شما کرایه نمیگیرم. راستش هر که سوار این ماشین میشود خودش مبلغی روی جلوی ماشین میگذارد. من دستم پیش نمیرود از کسی پول بگیرم. البته این طور نبود و من میخواستم برای خودم کلاس بگذارم. نزدیک خانه‌ام بودم. با خودم میگفتم عاقبت خیاط به کوزه افتاد. من شناسایی شدم، اما واقعا پیشنهادش بد نبود. باید رویش فکر کنم. در راه بازگشت به خانه به سلمانی رفتم و خواستم که خیلی روی موهایم دقت کند، ریش را بزند و سبیلم را هم مرتب کند. سپس به خانه رفتم. دوش، شام نه، خواب هم نه، فقط تفکر. به فکر فرو رفتم. یعنی باید تا آخر عمرم مسافرکشی کنم؟ این که زندگی نمی شود. آخه تا کی دفترچه بانکم را نگاه کردم؟ حاصل 4 سال کارم 50,300,000 تومان. اصلا هزینه نکرده بودم. غذا مختصر خورده بودم. لباس نخریده بودم. بلخرجی نکرده بودم. فقط ماهی 10,000 تومان کرایه خانه داده بودم. حالا به من پیشنهاد شراکت دادند. با 50,000,000 می شود شریک چنین نمایشگاهی شد؟ باید ببینم آقای نامی راست می گفت یا می خواست مزه دهان مرا بفهمد. اشتها به غذا نداشتم. با صرف 1 چای خوابیدم. صبح طبق عادت ساعت 5 بیدار شدم. به خودم گفتم زیاد دلخوش نباش، بلند شو برو دنبال کارت. برخاستم، صبحانه مختصری خوردم، لباس پوشیدم و عازم کار شدم. روز شلوغی بود. با وجودی که صبح زود بود ازدحام مسافران زیاد بود. مشغول کار شدم تا 10 صبح. چندین بار مسیر سید خندان تهران پارس را رفتم و برگشتم که تلفنم زنگ خورد. نامی بود. محسن جان، نهار را به من افتخار می دهی؟ کمی مکس کردم. لطفاً نه نگو. باشه، خدمتتان می رسم. و مسافران را که پیاده کردم عازم خانه شدم. دوش گرفتم. کت و شلوار سرمه‌ایم را با 1 پیراهن آبی کم رنگ پوشیدم. دلم می خواست کراوات بزنم، اما به خودم گفتم محسن دنبال شب نگرد. کفش های ورنی نو داشتم، پوشیدم و عازم نمایشگاه آقای نامی شدم. ماشینم زیاد تمیز نبود، یعنی اگر هر روز همان را می شستم در هوای دود گرفته تهران و ماشین های دودزایی که از کنارم رد می شدن و حسابی ماشین مرا عطرآگین می کردن بیفایده بود. به عطرهایم نگاه کردم. از همان عطری که نامی زده بود هنوز تای شیشه کمی داشتم. به خودم زدم و از خانه بیرون رفتم. سر راه 1 سبد گل مریم خریدم و وارد نمایشگاه شدم. نامی به استقبالم آمد.
طبق معمول فرصت طلب ها گوش تا گوش نشسته بودند. نامی مرا به آنها و آنها را به من معرفی کرد. گلها را نامی گرفت و تشکر کرد و روی میزش گذاشت. یکی از آن فرصت طلب ها از دوستان قدیم خودم بود که مقداری از طلبش را بخشیده بود. خیلی گرم همگی با من برخورد کردند و حدود ساعت 1 ترتیب نهار را دادند. در کنار نمایشگاه سالن پذیرایی داشتند و با غذاهایی که توسط دو گارسون از رستوران نایب آورده بودند میز مجللی چیده بودند. البته فرصت طلب ها گفتند ما نهار خورده ایم و خود نامی و دو سه نفر دیگر که از شرکای او بودند با من دور میز نهار خوری نشستیم. بعد از صرف نهار نامی گفت محسن جان فکرهایت را کرده ای؟ گفتم همانطور که گفتم من پول قابل توجهی ندارم. پرسید چقدر داری؟ کمی منومن کردم و با خجالت گفتم فقط 100 میلیون. خنده بلندی کرد. خوبه دیگه آقا جون، اینجا کار کنی زود زیاد می شود. ما 4 نفر شریک هستیم. من 50% سرمایه اینجا را دارم و این آقایون هم 50%. اما مشکل ما تخصص است. اگر من نباشم جلوی رویشان میگم و غیبت هم نمی کنم. این آقایون تخصصی ندارند. تو را برای تخصصت خواستم. تو اینجا باشی پیشرفتمان بیشتر می شود. دستش را جلو آورد و گفت بگو یا علی. باهاش دست دادم و گفتم آخه اینجا مقابل میدان برک 50 میلیون ودیعه دادم. با احتساب اون 50 میلیون گفتم. نامی گفت اون پله ها را نگاه کن. به پشت سرم نگاه کردم. او گفت بالای این سالن 2 تا سویت مبله هست برای استراحت گاه به گاه. یکیش مال تو. همینجا بمون. صبح اول وقت هم خودت از داخل نمایشگاه در را باز میکنی. نظافتچی ها همه کارهایشان را شب انجام میدهند و میروند. هیچ کس شب اینجا نیست. خندیدم و گفتم پس سرایداری را هم به من میدهید. لپش را کند و لبش را گاز گرفت و گفت تو سرور ما هستی. این حرف ها را نزن. قرارداد را بنویسم. گفتم بنویسید. او نوشت و گفت می رویم محضر بعد پول بده. پایان قسمت 19.